سازمان غذا و داروی آمریکا به یک داروی جدید برای درمان افسردگی پس از زایمان مجوز داد. زورانولوم با نام تجاری زورزووی، ساخته شرکت داروسازی سیج. این اولین دارویی است که به شکل قرص و کپسول در آمده و مصرف خوراکی دارد. درمان‌های قبلی تزریق وریدی بودند. شرکت سیج می‌گوید داروی زورزووی به صورت روزانه و برای 14 روز مصرف می‌شود. ویژگی مهم آن در سریع عمل کردنش است. داروهای فعلی هفته‌ها یا ماه‌ها طول می‌کشد تا به نتیجه برسند. افسردگی پس از زایمان از جمله عوارض عمیق و طولانی مادران پس از تولد نوزادانشان است. گرچه در مواردی این افسردگی پیش از زایمان هم آغاز می شود. از هر 10 مادر جوان بین 3 تا 6 نفر دچار افسردگی پس از زایمان می شوند. این علائمی است که به مردان کمک می کند افسردگی پس از زایمان را در همسرانشان تشخیص دهند. اضطراب، بدخوابی، ظاهر غم‌زده و تمایل به خودکشی. گرچه زنان اضافه بر اینها پس از زایمان احساسات دیگری را نیز تجربه می‌کنند، نظیر شرم، حملات عصبی و تنش. افسردگی پس از زایمان مانع بزرگی در ارتباط میان مادر و نوزاد به وجود می‌آورد. چنین نقص ارتباطی ممکن است به رشد جسمی و عاطفی نوزاد صدمه بزند. داروی زورزووی در دسته هورمون‌ها قرار می‌گیرد. نحوه اثر آن تنظیم فعالیت‌های مغزی است، چیزی که موجب تغییر حس و حال یا مود افراد می‌شود. همین حس و حال مادر است که پس از تولد نوزاد تغییر می‌کند و به نام افسردگی پس از زایمان شناخته می‌شود. داروی زورزووی به شکل قرص‌های 50 میلی گرمی عرضه شده. نتایج تایید شده توسط سازمان غذا و داروی آمریکا نشان داده مادران دچار افسردگی پس از زایمان بعد از 2 هفته مصرف زورزووی تغییرات مثبت قابل توجهی پیدا کردند. و توصیه همیشگی این است که از خود درمانی پرهیز کنید و پیش از مصرف هر داروی نظر پزشکتان را جویا شوید. هماین خیری، لندن.